خبرنگار روزنامه فرانسوی لوموند که حدود دو ماه را در کنار مخالفان دولت سوریه گذرانده است در مقاله روز دوشنبه خود نوشت که نیروهای رژیم بشار اسد بارها و به ویژه در حومه دمشق از سلاح شیمیایی استفاده کردند به نقل از این گزارش که بر روی وبسایت این روزنامه معتبر فرانسوی منتشر شده است عکاسی که خبرنگار لوموند را همراهی کرد نیز در محله جوبار در دمشق پس از حمله نیروهای بشار اسد دچار مشکلات تنفسی و تار شدن دید شد ما گاز و اثرات آن را بر روی سیستم عصبی مبارزانی که در خط مقدم در محدوده جبار که محلی در نزدیکی مرکز دمشق است دیدیم روز 13 آوریل برای مثال این مسئله برای من اتفاق افتاد فردای آن روز هم با همان مبارزان ملاقات کردیم که به ما گفتند که باز هم مورد هدف سلاح شیمیایی قرار گرفتند و باید درمان می شدند. اثر گاز بر روی صورت آنها مشخص بود. پزشکان میگفتند که در تاریخهای مختلف بیمارانی را دیدند که با علائم مشابه و از مکانهای مختلف می آمدن. آنها دقیقا نمی توانند بگویند که در مورد چه گازی صحبت می کنیم و آیا این مربوط به سارین است یا گاز دیگری. اما علائمی که دیده می شود مربوط به گاز سارین است و برای مداوای مجروحان از پادزهرهای گاز سارین استفاده میکردند. به گفته برخی از کارشناسان احتمالا در سوریه از ترکیبی از گاز سارین و گازهای اشکاور استفاده شده است دولت سوریه و مخالفان رژیم مدت هاست که یکدیگر را به کاربرد سلاح‌های شیمیایی متهم می‌کنند.